سلام آقای دکتر، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. خب همونطور که خودتون هم حتما در جریان اخبار هستین، موضوع داغ امروز در حوزه بهداشت و درمان شیوع بیماری آبله میمونی هستش که مردم هم خیلی سوالات زیادی ازش دارن، به ویژه اینکه الان خیلی سوالات به این بخش معطوف شده که آیا آبله میمونی مرتبط هست با آبله، اینکه خود بیماری آبله ما چه تاریخچه‌ای ازش داریم، زمان کشفش، اینکه تا چه دوره‌ای واکسیناسیون در کشور انجام شده علیه آبله و اینکه از چه دوره‌ای قطع شده. اگر که در این زمینه توضیحاتی رو به ما بدین که یک مقدار ذهن مردم هم شفاف بشه ممنون میشم ازتون. بله، ببینید، بیماری آبله در واقع مرگ‌آورترین بیماری شناخته شده بین بیماری عفونی بوده، سابقه طولانی داشته به طوری که بیش از چند هزار سال بشر درگیرش بوده و اپیدمی‌های بسیار مرگ‌آور در کشورهای مختلف دنیا ایجاد می‌کرده. اولین بار بیماری آبله رو با سرخک محمد ابن زکریا رازی دانشمند ایرانی تونسته افتراق بده و خب این یکی از افتخارات کشور ماست که از مشاهیر ایرانی در واقع در ریفرنس ها نام برده میشه که تونستن این دوتا بیماری رو از هم افتراق بدن، چرا که علائمشون ابتدا تا حد زیادی به هم شبیه بوده. علی حال، بیماری آبله خب یک بیماری ترسناکی بوده برای مردم به دلیل اینکه در فرم‌های مختلفی ظاهر می‌شده و بعضی از مدل‌هاش به طور معمول 30% باعث تلفات می‌شده، در بعضی از فرم‌های دیگرش که فرم‌های وخیم بیماری بوده نزدیک به 97% با مرگ همراه بوده. به همین خاطر آبله واقعاً یک بیماری ترسناکی بوده و مرگ و میر بسیار زیاد ایجاد می‌کرده و سرایت پذیر بوده به طوری که همه کشورهای دنیا در مرز آسیبش بودن. اما بحث آبله داروی ویژه‌ای هم براش واقعاً وجود نداشته. کشورها هر تلاش بسیار می‌کردن، حالا بر حسب علم و دانش دانشمندانشون روش‌های مختلفی بوده. یکی از روش‌ها تلاش می‌کردن به نوعی واکسیناسیون انجام بدن برای اینکه بتونن مردم رو حفاظت بکنن برای بیماری آبله. خب یه روشی استفاده میشد سالها در کشورهای مختلف دنیا که خب روش صحیحی هم نبود، ولی به نظر میرسید که شاید تنها راهشون بوده و اون که اصطلاحاً بهش واریولاسیون میگفتن. واریولاسیون به این شکل بوده که از آبله، چون ویروس‌های آبله ویروس اون که مربوط به انسان بوده، آبله انسانی اختصاصی انسان بود، اما مثلا آبله همونطور که الان آبله میمون میگیم، آبله گاوی، آبله شتری و یا حتی در جوندگان همین بوده. در نتیجه اینها می آمدن و آبله انسانی رو افرادی که بالاخره رو به بهبود می رفتن، یه تعدادی که می گرفتن می رفتن رو به بهبود، در هفته سوم یا چهارم این تاول هایی که روی پوستشون بود، اینها که اصطلاحاً کبره می بست و بعد اون پوستا خشک می شد، اینها می گفتن که می آمدن روش های مختلف به کار می بردن، یا اینکه مثلا افراد رو مواجهه می دادن با استنباط اینکه در روزهای آخر بهبود بیماره، در نتیجه ویروس دیگه ضعیف شده و ما این اون موقع خلا که نمی دونستن عاملش یه ویروس، چون ویروس هنوز، ولی می دونستن که مصریه، می گفت در روزهای آخر حساب می کردن که این بیمار رو به بهبوده، پس بیماریش ضعیف شده، حالا بیایم اینو با افراد سالم مواجهه بدیم. یا اینکه از همون کبره ها یا پوسته ها بر می داشتن، اینا رو می کوبیدن، خشک می کردن، بعد دوباره با آب قاطی می کردن، تزریق می کردن که اصطلاحاً فرد رو ایمن بکنن. ولی خب طبیعتاً این روش درستی نبود، به طوری که باعث ابتلای افراد می شد و خب گاهی مرگ و میر جدی هم ایجاد می کرد به دنبال این. اما اتفاقی که افتاد و یک نقطه عطفی واقعاً در بحث علم و دانش بود، این بود که یکی از محققین مشخص شد براش که اونهایی که شیردوشی میکنن، خانمهایی که شیردوشی میکنن و با آبله گاوی، چون که روی در واقع پستان شیر که شیر میدوشن روی گاو این زایات تاولی بود، اینها دستشون با اون تماس پیدا میکرد و بعد دیده بود که اینها انگار به طور معمول وقتی آبله میاد و همه گیری میده و خیلی آرام مبتلا میکنه، انگار اینا نمیگیرن
و این باعث شد روی این مسئله توجه بکنه دکتر ادوارد جنر در انگلستان و بعد یک جسارتی کرد و این کار رو اومد و اعمال کرد روی در واقع یکی دو نفر و بعد اینها رو مواجهه داد، دید که نه اینها الحمدلله سالم موندن و خب این رو به عنوان یک روشی برای واکسیناسیون ابداع شد در واقع، که به جای اینکه از ویروس آبل انسانی در واقع یعنی خود انسان به انسان رو بخوایم برای پیشگیری استفاده کنیم، از آبل گاوی استفاده بکنیم. و خب این سال 1796 بود. البته بعضی از محققین میگن که در سال 1775 یعنی حدود 20 سال قبل از جنر یک محقق دیگری آمده بود و همین کار رو انجام داده بود و این تلقیح رو به پسر و همسر خودش انجام داده بود و خب اون هم دیده بود که اینها سالم موندن و مشکلی نداشتن، اما اون چیزی که در همه ریفرنس ها دیگه برش متفق قول هستن این استش که دکتر ادوارد جنر این رو معرفی کرد و جامعه پزشکی و بعد هم خب به سرعت کشورهای مختلف دنیا به سمتش آوردن. از جمله ما در کشور خودمون یعنی به فاصله تقریبا 20 سال بعد در منطقه قفقاز، در منطقه تبریز و در اون قسمت عباس میرزا که خب جنگ‌های تزاری با روسیه تزاری داشتیم، اونجا از همین واکسن برای واکسیناسیون تو سربازها و توی برخی از مردم در خطه آذربایجان ایران این واکسن استفاده شده. یعنی پس واکسن آبله تقریبا بیش از 20 سال بعد، نزدیک 20 سال بعد از اینکه تو دنیا معرفی شد، ما هم تو کشور خودمون سابقه استفادهش رو داریم. به تدریج بعد از اون این واکسن خب هی گسترش بیشتری پیدا کرد و ما در کشور خودمون هم هی خب این واکسیناسیون آبله که بهش مایه کوبی میگفتن خیلی بیشتر روز به روز ارتقا پیدا کرد. مشخص شد که برای اینکه بشود از آبله نجات پیدا کرد، باید همه مردم اصطلاحاً بیان و واکسن بزنن و واکسیناسیون همگانی یا مایه کوبی همگانی اصطلاحاً تو ایران شکل گرفت. زمان صدارت امیر کبیر ایشون دستوری رو صادر کرده بود که اگر کسی به دلیل عدم واکسن زدن یا مایه کوبی آبله فوت بکنه، باید 5 تومان که برای اون موقع عدد بزرگی بوده بپردازه، یک جریمه ای که خب افراد تشویق شدن خب بیان واکسن بزنن برای این مسئله. و خب داستان هایی که وجود داره، یعنی اون حقایقی که حال بالاخره در تاریخ کتب نوشته شده. و خب یه ایده هم اینم عرض کنم که از ابتدا مثلا با واکسن مخالف بودن، یعنی حالا این هم جالبه که عرض کنم که بحث واکسن، اولین واکسن بس 1796 رسما به این شکل ساخته شد. بعد چون که با آبلیگا واکسینی واکسین که گفته میشه ریشه لاتینش به معنی گاو هستش و چون که از در واقع آبلگاوی در واقع استفاده شده بود، بعد یاد مثلا آمدن و به تدریج شروع کردن کشور رو که آقا این واکسن رو پس همه بزنن، یک گروهی هم شروع کردن به مخالفت با واکسیناسیون و جمله یه سری نقاشی هایی به جا مونده از همون سالها که مثلا افرادی که دارن این واکسن رو میزنن حالا یا روح جن درشون حلول میکنه یا مثلا اینا تبدیل به گاو میشن، حالا مثلا شاخ براش کشیدن تو عکس دم گذاشتن از دستشون داره مثلا کله گاو میزنه بیرون. این نکاتی که در واقع نشون میده انگار از همون اوایل که واکسن اومد یه گروهی هم شروع کردن در مقابلش جبهه گرفتن، مقاومت کردن و تبلیغات علیهش. علی حال واکسیناسیون میایم جلوتر در دنیا، تقریبا 1950 که میرسیم میشه 1300 تقریبا سی ما، بخش زیادی از قاره آمریکا از این بیماری پاک شده بود و در آمریکای جنوبی بخشهایی از برزیل، آرژانتین و اون مناطق باقی مونده بود. بعد آمدن گفتن که خب پس بیاییم واکسیناسیون رو توسعه بدیم که بتونیم این بیماری رو خب مثل بقیه کشورها. علی حال این سیاست باعث شد که به تدریج کشورها واکسیناسیون رو هی توسعه بیشتری بدن و نهایتا در سال 1967
سازمان جهانی بهداشت آمد و ایده این رو مطرح کرد که در یک دوره 10 ساله، پس حالا که واکسنی رو داریم که میتونه کشورها رو پاک کنه و ذخیره این ویروس آبله هم فقط میتونه تو بدن انسان باشه، جای دیگه نمیتونه بمونه و افراد نمیتونن به صورت طولانی مدت ویروس رو هم در بدنشون 1 سال 2 سال داشته باشن، در نتیجه پس میشود بیماری رو کلن ریشه کن کرد. و با توجه واکسیناسیون آمدن و گفتن آن کشورها همه واکسیناسیونش رو تقویت بکنن تا به این هدف برسیم. اتفاقی که افتاد، خب در سال 1967 خیلی کشورها واقعا پاک شده بودن. وقتی به نقشه های اون موقع نگاه میکنیم میبینیم در سال 1967 میلادی که میشه 1346 ما، عملا کشور ما جزو کشورهایی بوده که به صورت بومی ویروس این بیماری درش چرخش نداشته دیگه، تونسته بوده به این مرحله برسه که تقریبا آری از این بیماری باشه و این حاصل از واکسیناسیون بوده. کشورهای مجاور اون البته مثلا در افغانستان، در پاکستان اون سالها بوده، در هند بوده و خیلی کشورهای آفریقایی و اینها، و بعد به تدریج در یک دوره 10 ساله عملا زودتر از پیش بینی که سازمان جهانی بهداشت کرده بود بیماری در کشورهای مختلف دنیا پاک شد. عملا این باعث شد که در آخر سال 1379 کشورها به اینجا برسن که سازمان جهانی بهداشت که بتونه اعلام ریشه‌کنی بکنه، که اول 1980 در واقع ریشه‌کنی جهانی این بیماری اعلام شد، یعنی این که دیگه این بیماری در هیچ جای دنیا وجود نداره. آخرین مورد بیماری در سومالی مثلا خب ثبت شده که در کشور سومالی یک مورد و بعد از اون هم دیگه هیچ موردی نبود. البته یک سال بعدش در آزمایشگاه افرادی که با این ویروس کار میکردن مبتلا شدن و این خودش یک سرمنشه شد که درس گرفته شد که پس بایستی به نظارت بر آزمایشگاه ها دقت کرد، قوانینی گذاشته بشه، ضوابط و دستورالعمل هایی که افرادی که در آزمایشگاه ها با مواد عفونی کار میکنن خودشون ایمن بشن و احیانا محیط آزمایشگاه ها محیطی برای انتشار عوامل عفونی نشه. علی‌ای حال وقتی که این بیماری در ابتدای 1980 ریشه کنی جهانیش اعلام شد، به تدریج دیگه کشورها برنامه واکسیناسیونشون رو دیگه اونهایی هم که داشتن قطع کردن و میشه گفتش که دیگه وقتی که نیازی واکسیناسیون نبود عملا کشورهای مختلف سال تقریبا سال 1982 دیگه آخرین کشورهایی هم که میزدن واکسیناسیونش رو قطع کردن. در مورد واکسیناسیون آبله خب یه نکته‌ای که وجود داره اینه که برای رسیدن به این نقطه‌ای که به ریشه‌کنی ختم شد خب تلاش‌های زیادی انجام شد. یکی از اینها این بود که کیفیت واکسن‌ها رو ارتقا بدن، یعنی مثلا دیدن که در تقریبا دهه 1955 و اوایل 60 دیدن که خب خیلی کشورشون در حال توسعه هم اون موقع واکسن آبله رو تولید می‌کردن، دیدن که اکثرا اینها واکسن‌ها کیفیت‌هاشون واقعیت تضمین شده نیست، پس مشخص شد که بایستی قوانین و مقرراتی بذارن که واکسن‌هایی که تولید میشه کیفیت بالا داشته باشه. اون موقع شوروی و آمریکا خب ذخایر خوبی از واکسن داشتن، علم و دانش خوبی برای تولید واکسن داشتن و سعی کردند که این دانش رو به کشورهای دیگه هم بدن و واکسن رو هم در اختیار بذارن. و خب در کنار اینها اقدامات آموزشی هم که انجام شد، روش‌های واکسیناسیون مناسب تری که ابداع شد باعث شد که به این موفقیت برسیم. یکی از این روش‌ها که بهتر اسمش ببریم این بود که نحوه تزریق واکسن آبله ارتقا پیدا کرد. آب مایه کوبی اصطلاحاً به این شکل بود که با یه سوزنی یا سر یک حالا چاقوی تیزی که لنست مثلا چاقوی جراحی یا تیغ جراحی بهش میگیم، یا با یک سری چیزای سوزنهای تیز این رو داخل اون مایه آبله فرو می‌کردن و بعد در روی قسمتی از بدن که معمولاً بازو، در این قسمت بازو بود، این رو ضرباتی می‌زدن ریز. خب و این باعث می‌شد که حالا اگر این ضربات رو زیاد می‌زدن خب این عمیق‌تر می‌رفت، این آسیب می‌زد. اگر نه خیلی سعی کردن ملایم بزنن که مثلا خیلی هم خون نیاد و اینها، عملاً منجر به ایمن شدن فرد نمی‌شد. اصطلاحاً
میگفتن واکسنش گرفت. و وقتی میگم واکسن گرفت یعنی که در اون محل یک مقداری حالت خون و ظاهر میشد و بعد از 3-4 روز یه برجستگی ایجاد میشد و این میرفت در عرض تقریباً 5-6 روز بعد کم کم یه حالت تاولی پیدا میکرد، بهش تاول جنر میگفتن، مثل هم ادوارد جنر که خودش ساخته بود. نهایتا این تاول و نزدیک به 2-3 هفته بعد کم کم اصطلاح کبره میبست و بعد میرفت تا خشک بشه که معمولا بیش از 3 هفته طول میکشید، گاهی یکم بیشتر، حدود 1 سانت تقریبا 1 سانت خورده ای اندازه این تاول میشد. و این رو به عنوان یک دلیلی که خب این واکسن گرفت خوب بود دیگه، واکسنش انجام شده. علی حال همه این اقدامات، این سوزنی که مثلا انجام میشد، یه کمپانی آمد و یه سوزن دو شاخه‌ای رو درست کرد که این خیلی کار رو ساده تر کرد، به طوری که هم ماده مؤثره واکسنی رو که استفاده میکردن خیلی کمتر کرد و همین که آموزش راحتی داشت. یعنی این که حتی مثلا در رفرنس ها منابع هستش که یه فرد داوطلب روستایی کم سواد رو در عرض 1 ساعت آموزشش میدادن که چه کار بکنی، اون میتونست حتی در 1 روز تا 1000 نفر رو واکسن بزنه. یعنی خب این باعث شد که دیگه کار خیلی ساده تر بشه و راحت تر بشه و خب نهایتا این شد که رفتیم به اینجا رسیدیم که الان جوان ها اصلا نه اسمی از آبله شنیدند و نه اثری از واکسن آبله رو بدنشونه و این یکی از افتخارات جامعه پزشکی هستش که یکی از مهلک‌ترین بیماری های عفونی رو که تصاویرش هست، حالا حتما میتونید شما از برنامه مختلف تصاویر ببینید، خب تونستن بشر رو نجات بدن. اصطلاح از قدیم میگفتن فلانی آبله روه، شاید حالا شما جوان هستین نشنیده باشین، اما آبله از سر و صورت این تاولاش زخماش شروع میشد و بعد میامد روی تنه و اندامها و اینها و این زایات. وقتی که حالا اگر فرد خوب میشد، حالا شما عرض کردم واقعا درصد بزرگی از افراد فوت میشدن در سه عوارضی که حالا عرض میکنم، اما وقتی اگر جز اون گروهی بودش که خوب میشد، چون بالاخره همه مردم که فوت نشده مرد بودن که نسل بشر منقرض میشد، در اینها زایعاتی میذاشت، چون که در عمق پوست در واقع این زایعات ویروس آسیب ایجاد میکرد، ترمیم پوست رو آسیب میزد، هم محلش در واقع اون رنگدانه های پوستی آسیب میدیدن و هم بافت ترمیمش آسیب میدید و یک نسجی رو به جا میذاشت که پوست دیگه اگر یه پوست صاف و سالمی بود، یه پوست بسیار چروکیده و جای پر از جای زخم در واقع، و این یک صورت اصطلاح همش میگفتن آبله رو به جا میذاشت. این ساده ترین عارضه ای بود که از آبله میموند، اما میتونست نابینایی بده، میتونست ناشنوایی بده، در فرم های که عرض کردم میتونست زایات مغزی ایجاد بکنه. شاید یکی از مهمترین عوارضی که آبله میداد عفونت ریه بود، چون همین زخم ها رو در داخل مخاط ها هم ایجاد میکرد، عفونت تنفسی، اینها عفونت باکتریایی می آمد روی این زخمای پوستی یا در داخل مخاط ها، خونریزی های شدید گوارشی یا تنفسی و فرد به این دلیل فوت می شد و نهایتا بیماری خیلی بدی بود. واقعیت راه انتقال آبله، چون ممکنه سوال بشه خب چطور منتقل میشه، راه انتقالش عمدتا از طریق قطرات تنفسی بود، بخصوص در روزهای اولی که علائم بیماری ظاهر میشد، این در مقدار بالایی در ویروس در ترشحات دستگاه تنفسی بود، برای همین با حرف زدن افراد میتونست به دیگران منتقل بشه. معمولا در فواصل 1-2 متری این افراد آلوده میشدن، تو قطرات تنفسی بزرگتر معمولا حجم ویروس بیشتری بود، در انتقال بیماری در نتیجه بیشتر نقش داشت. و خب بعد از اینها به مقدار کمتر همین خود این زایات یا تاول ها که روی سر و صورت اینا میزد، این تاول ها هم میتونستن محلی باشن برای انتشار ویروس در سر تماس، حتی اگه ملحفه یا لباس های این بیمار اینا میتونست آلوده کننده باشه و به فرد دیگه تماس پیدا میکرد، این میتونست از این هم یکی از راه ها باشه. و خب البته موارد نادری هم گزارش شده بود که به صورت
البته حتی تنفسی، یعنی نه با قطرات تنفسی که یعنی اسلام ها بهش میگه ایربورن یا نه دراپلت بورن، بلکه از جهت تنفسی طغیان های گزارش شده و در مواردی که فردی نامشخص بوده، مثلا در یوگسلاوی گزارشی هست که فردی با شک به تیفوئید در بیمارستان بستری کرده بودند، در نتیجه اون اقدامات محافظتی رو پرستارا و کادر درمان و دیگران نکرده بودند، همونجا مثلا یه تعداد نزدیک 20 نفر مبتلا شدن از افرادی که با این بیمار در تماس بودند، یا در جای دیگه باز گزارشی به این شکل. پس موارد نادری میتونسته به این شکل هم منتقل بشه، ولی راههای اصلیش رو در واقع عرض کردم خدمتتون. و دیگه پرونده بیماری آبله با واکسن بسته شد در واقع. عملا بعد از این اتفاق خب کشورها دیگه واکسن نیازی نبود بهش، قطع شد. بعد از 1980 82 دیگه یه کشورایی که می‌زدن، خیلی کشورها زودتر از اون هم مثلا قطع کرده بودن. یکی از سیاست‌هایی که اعمال شده می‌شد در بخصوص در اون 15 سال آخری قبل از ریشه‌کنی این بود که اصلا واکسیناسیون دیگه عمومی نمی‌کردن، بلکه می‌آمدن خیلی هدفمند، یعنی اگر یک فردی پیدا می‌شد بیماری، این اطرافیانش و اونهایی که در تماس با اطرافیان بودن، این حلقه اینها رو هم اینا رو جدا می‌کردن، هم اونهایی که در تماس با اینها بودند رو هم واکسن می‌زدن، و خب با این شکل هم می‌تونستن جلوی انتشارش رو بگیرن. به این خاطر عملاً زمان خاتمه واکسیناسیون آبله یک زمان مشخص یکسان در همه کشورها نبود که مثلا همه کشورها بگیم در سال مثلا 1980 واکسیناسیونشون رو قطع کردن. بعضی کشورها حتی 10 سال جلوتر واکسیناسیونشون رو قطع کرده بودن. تو کشور خودمون پیش برآورد این هستش که حدود 45 تا 50 سال پیش عملا دیگه واکسیناسیون آبله کنار رفته و قطع شده. اما واکسن آبله و یا ابتلا به آبله آیا ایمنیش چطور بوده؟ چون ممکنه سوال بفرمایید. بحث اون چیزی که در منابع هست، منابع علمی هست، ابتلا به بیماری آبله رو میگفتن که ایمنی مادام العمر میده، یعنی اگر یه فردی مثلا میگم در سن 10 سالگی مبتلا میشد و اگه 80 سالم عمر میکرد، میگفتن در اون 70 سال بعدش دیگه در مواجههای بعدی نمیگیره. البته واقعیت این هم جای بحث داره، چون که میدونید ما اون زمانی که این مطالب گفته می شده مربوط به زمانی بوده که خب بیماری بوده. وقتی بیماری بوده، فردی که مبتلا شده بوده، مثلا فرض کنید 30 سال ایمنی اگه داشته، 20 سال ایمنی داشته، این در طی 20-30 سال بعد عمرش بالاخره در همگیری های بعدی که رخ داده مواجهه پیدا می کرده و این نمی گرفته، ولی این مواجهه می تونه سیستم ایمنیشو تقویت کنه. مثل اینکه الان کرونا که مطرح میشه، میگن دوز سوم یادآور بزنید، برید حالا نوبت سوم بزنید و که سیستم ایمنی تقویت بشه. عملا میتونست این اتفاق بیفته، یعنی 100% واقعا مشخص نیست که آیا اون ایمنی دائمی که گفته میشد واقعا به دلیل خود ابتلا بود و سیستم ایمنی تا پایان عمر، یا اینکه مواجهه بعد. در مورد واکسنش باز میگفتن که اونهایی که واکسن هم زده بودن بیش از یک نوبت، اینها هم ایمنیشون طولانی مدت تقریبا تمام عمر. باز عرض میکنم اینها مربوط به اون سالهاییه که بیماری بوده و بعد از اون هم چون خیلی دیگه آبله عملا از لیست اولویت ها تقریبا کنار رفته بود، خیلی روش مطالعاتی نمی شده یا افراد مواجهه پیدا نمی کردن با ویروس آبله که بگن حالا ببینیم بعد از 20 سال، مثلا سال 1980 در ایریشه، حالا 2000-2002 یه فردی مواجهه پیدا کن ببینیم این ایمن هنوز ایمنه یا نه. همچه اتفاقی اصلا نمی افتاد به هر حال. ولی اون چیزی که در منابع هست اینه که اگر فردی یک نوبت واکسن زده باشه، تا 10 سال قطعا ایمنی قوی داره، تا 30 سال ایمنی داره که از ابتلا فرم شدید و بستری شدن مرگ میتونه جلوگیری بکنه. ولی واقعیت بعد از 30 سال دیگه نمیشود گفتش که ایمنیش تا چه حد باقی مونده. عرض میکنم یکی از دلایلش هم این هستش که مواجهه نبوده، یعنی اینکه بخواد. ولی اینها مطالبیه که ذکر میشه که افرادی که
واکسن زدن، یک نوبت واکسن زده باشن در سالهای قدیم، اینها احتمالاً در مواجهه بعدی با ویروس آبله یا نمیگیرن یا فرم شدیدش رو حداقل نمیگیرن. این یافته‌هایی هستش که در منابع علمی وجود داره. درست. آیا تو بس میتونیم این کاشف واکسن آبله آقای جنر بوده که ازشون اسپوردین؟ بله. 1796. اشاره کردین که حالا آبله گاوی، آبله شتر، اینا اگه در مورد انواع آبله به ما توضیح بدین که چند مدل آبله شناخته شده و این آبله میمونی که الان خیلی داره راجع بهش صحبت میشه آیا تازه شناسایی شده نسبت به اون موارد قبلی، حالا یه متأخرتر، حالا حداقل مثلا 10 سال 20 سال، یا نه از همون ابتدا میدونستین که میدونستن دانشمندان که این آبله هم وجود داره؟ ببینین ویروس های خانواده آبله، خب اینها فقط مخصوص به انسان نیستن. آبله علاوه بر ویروس آبله که در انسان شناسایی شده بود، ویروس های در حیوانات هم بودن، مثل هم ویروس آبله میمون، مانکی پاکس یا کمل پاکس که شتریه، یا کاو پاکس که آبله گاویه، و حتی در نوع جونده و موش هم در واقع ویروس اختصاصیش رو شناسایی کرده بودن. ویروس آبله میمونی که، یا حالا بعضی میگن آبله میمون یا آبله میمونی، به هر حال هر کدوم رو که بخوایم بگیم، ویروس آبله میمونی هم یه بیماریه که شناخته شده بود، در موارد قابل انتقال به انسانش هم گزارش شده بود. تقریبا سال 1970، یعنی قبل از اعلام ریشه‌کنی جهانی آبله، در واقع ما مواردی از آبله انسانی رو در آفریقا داشتیم، در معمولا از آفریقای مرکزی گزارشات اولیه بود، بعد در کشورهای آفریقای غربی هم مواردیش گزارش شد، معمولا افرادی که در معرض تماس جوندگان بودن و یا با میمون و این حیوانات سر کار داشتن در معرض ابتلا بودن، و بعد در سالهای بعد مواردی در خارج از قاره آفریقا هم گزارش شد که در سر مسافرت ها بود و افرادی که مسافرت داشتن و با این حیوانات جوندگان در تماس بودن مبتلا شدن. پس بیماری آبله میمونی هم یک بیماری هستش که سابقه داره، یعنی ما موارد ابتلای انسانی با این ویروس رو هم تقریبا نزدیک به 50 ساله که داشتیم. موارد معدودی بوده، عرض کردم بیشتر هم متمرکز بوده موارد بر قاره آفریقا. میشه مثلا اینطوری گفت که حالا نوع گاویش خطرناک‌تر یا نوع حالا شتری یا نوع میمونی، یا نمیشه افتراقی مثلا گذاشت؟ ببینین نه، نمیشود به این شکل صحبت کرد، چرا که بیماری عملا بیماری آبله واقعیتی بیماری برای انسان بسیار خطرناک بود، ولی خب سایر بیماری ها عملا موارد انتقال موردی به انسان داشته، در نتیجه نمی شود خیلی براشون صحبت کرد. در مورد مثلا آبله میمونی که الان هم بیشتر بحثشه، آبله میمونی رو میگن که بر حسب باز فرد که سیستم ایمنیش چطور باشه، میزان مواجهش، شدت مواجهه با ویروس چقدر باشه و سابقه واکسیناسیون قدیمیش چگونه باشه برای آبله، میتونه شدت بیماری متفاوت باشه. بعضی جا 3% میگن، 6% میگن، گاهی کمی عدد فرم های شدید و تلفاتش رو بالاتر هم میگن، ولی چون که فعلا موارد بیماری بسیار محدود بوده، اطلاعات خیلی محکمی رو نمیشود گفت که مثلا در مورد انسان چقدر. میشه گفتش که آبله میمونی یک بیماری شبیه به بیماری آبله میده، ولی خفیفتر، یعنی در علائمش سبکتر هستش نسبت به بیماری آبله انسانی که سالها پیش داشتیم و ریشه‌کن شده. بسیار. آقای دکتر در مورد واکسن آبله توضیح میدادین، الان کسانی که حالا تا 50 سال قبل واکسن آبله رو زدن، در برابر این ویروس آبله میمونی که الان داره راجع بهش صحبت میشه، این مباحثی که مطرح میشه 85% ایمنی دارن، اعداد و ارقامی که بعضی متخصصین اعلام میکنن چقدر درست هست؟ ببینید اینها بر اساس چیزایی که در مستنداتی در رفرنس های علمی آمده که این به دلیل شباهت هایی که بین ویروس ها وجود داره برآورد میشه که تا 85% افرادی که از قبلا اون واکسن رو زده باشن به ایمن بشوند، در ایمن بمانند در مقابل ویروس آبله میمونی یا مانکی پاکس.
استیم اینها برآورده، البته عرض میکنم خب از زمانی که دیگه واکسن زده نشده تقریبا الان حداقل 40 سال داره میگذره، بعضی کشورها بیشتر نزدیک 50 سال. در نتیجه طول مدت بقای ایمنی ناشی از اون واکسن تا الان چقدر محافظت بکنه برای آبله میمونی واقعا جای بحث هستش، ولی برآورد اینه که اون واکسن بتونه 85% ایمنی برای آبله میمونی بده. درست. آقای خون اولش که حالا دو سه هفته پیش که خیلی موضوع داغ شد، یک چیزی که حالا افراد دنبال این بودن که ببینن واکسن زدن یا نه، مثلا حتی خود من این بود که بازون میگشتم دنبال یه جایی حالا فرو رفتگی که بگیم واکسن آبله است. من حتی تصورم این بود که این واکسن آبله بوده، حتی تو سنین من و حتی کوچیک‌تر از من هم این جای فرو رفتگی رو بازو وجود داره. این بعداً من ندارم درسته یا نه، شنیدیم که این واکسن آبل مرغون بوده، رفتی به اون نداشته. در این مورد آیا درسته این واکسنی که حالا جاش الان رو بازوی افراد هست فکر نکنن آبل زدن حتما؟ ببینید حالا یکی از واکسن هایی که غیر از آبله، یکی از واکسن های قدیمی که شاید بشه گفت بیشترین الان در بین مردم حاضر در روی کره زمین بالاترین واکسنی که زدن، واکسن بسیج است. واکسن بسیج واکسن سل هستش که خب در بعد تولد زده میشه به نوزاد و به خصوص این واکسن میتونه بچه ها رو در مقابل فرم های شدید سل در دوره شیرخارگی محافظت بکنه. تأثیر زیادی روی بیماری سل در سن مثلا جوانی و سالمندی و اینها نداره، ولی یکی از فرم‌های شدید بیماری که در دوران کودکی شیرخارگی به خصوص ظاهر میشه رو این فرم‌های مثل ارزنی اصطلاحاً بهش میگیم یا مننژیت سلی رو که در شیرخاران خیلی رایج بود قبل از واکسن بسیج، اینها رو تا حد بسیار زیادی کنترل کرد و جلوشو گرفت. واکسن بسیج به صورت داخل پوستی زده میشه تو ناحیه بازو، معمولا تو همون ناحیه بالای بازو، و بعد از تزریق اون هم محلش زخم میشه. به طور معمول 2-3 هفته طول میکشه زخمش هم خوب میشه و یه جا به قول معروف میذاره. این جایی که الان خیلی از جوونا ممکن رو دستشون ببینن، این جای واکسن آبله نیست، چون اصلا سنشون دیگه به قد نمیده دیگه. عرض میکنم خدمتون جای واکسن آبله متفاوته بر حسب نوع تزریقی که زخمی که ایجاد می شده. ممکن استش که تو بعضی حتی جای بزرگی زخم تا 2 سانتی هم مثلا ممکنه بوده جاشون، ولی به طور معمول یه حالت دایره مانند شبیه مثلا حالا چرخ گاری نمیشه گفت، ولی خب به هر حال یه همچین چیزی روی معمولا بازوی، حالا اگر رو بازو بیشتر همچون تزریق کردن، افرادی که سنشون حدوداً 50 سال و بالاتره اینها میتونن نشون این رو ببینن رو بازوشون. با جای که در سن پایین‌تر زیر 40 ساله ها میتونن رو بازوی خودشون ببینن، این مربوط به واکسن بسیج است. آقای توی یک سوال دیگه که حالا ما توی کامنت هامون داشتیم بودش که یک کسی که آبله مرغان گرفته باشه ممکنه که آبله میمونی هم بگیره، اصلا دوتا هیچ ربطی به هم نداره؟ دقیقاً هیچ ربطی به هم ندارن. یعنی آبل مرغون اصلا ویروس دیگه ایه، از خانواده دیگه ایه و نه آره اسمشه دیگه، ولی هیچ ربطی به هم ندارن. نه به آبل ربط داره، نه به آبل میمونی ربط داره، نه واکسنش به اینها ربط داره، نه اصلا هیچ چیزی تو این زمینه ها نیست. آبل مرغون یک بیماری دیگه ایه، توسط ویروس دیگه ای ظاهر ایجاد میشه که خب اون هم بیماریه که نسبتاً رایج بین بخصوص بچه‌ها و جوان‌ها، قابلیت سرایت پذیرش هم بالاست و خب اصلا بیماری متفاوتی خانواده‌ها عموماً می‌شناسن و خب جز تشخیص‌های افتراقی آبله قرار می‌گیره. یعنی بیماری آبله مرغون چون که اون هم زایات تاولی رو و اون بعد حالتی که زایات تاولی شرکی میشه بعدش پوسته میده کبره میشه و این مسیر رو اون هم طی میکنه، اما کاملا متفاوت هستش با بیماری آبله یا آبله میمونی. درست. آقای دکتر الان که حالا در مورد آبله میمونی خیلی صحبت ها زیاده، در مورد میزان پراکندگی این بیماری اگه توی جهان فعلا به ما توضیح بدین که به چه صورته و اینکه آیا ایران ابزارهای تشخیصیش رو داره، کیت‌های تشخیصی که بتونه شناسایی بکنه مواردی از این بیماری رو در کشور یا خیر؟
بله، خوشبختانه باید به این توجه بکنیم که یکی از چیزهایی که مهمه اینه که آیا ما میتونیم بیماری رو تشخیص بدیم یا خیر. در مورد بیماری آبله، حال آبله میمونی که الان بحث شما هستش، آبله میمونی یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه به همکاران پزشک در تشخیص این بیماری علائم بالینی بیماریه. سابقه سفر هستش که چون ما بیماری رو که در کشور خودمون نداریم، در بین جوندگان و حیوانات ما نبوده که بگیم پس از داخل، و سابقه سفر میتونه خیلی مؤثر باشه به کشورهایی که گزارش داشتن و یا تماس با بیمارانی که بالاخره علائمی مشابه رو داشتن در طی حدود دو هفته گذشته. به طور متوسط یه دوره نهفتگی حدود 1 تا 2 هفته براش در نظر بگیریم. پس افرادی که سابقه تماس داشتن اینها بیشتر باید بهش توجه بکنیم. بیماری هستش که معمولا با تب علائمی که میتونه عرض کردم مثل یک بیماری آبله هستش با یک کمی علائم خفیفتر، ولی خب در اینجا هم تب میتونه یافته بسیار شایعی باشه. بعد از تب همراه میشه با علائمی مثل سردرد، درد و بیحالی شدید، و بعد از این 3-4 روز که گذشت ممکن استش که از این علائم گذشت، بعد از حدود 2-3 روز علائم با زایات پوستی ظاهر میشه که در عرض 1 تا 2 روز این زایات پوستی تبدیل به تاول میشن و این تاول ها اون مسیر خودش رو طی میکنه. یعنی تاول هایی هستن که معمولا از روی صورت و اینها شروع میشه، گردن و صورت، و بعد به سمت اندام ها میره. یکی از علائم مهمی که باز وجود داره در این بیماری بحث بزرگ شدن غدد لنفاوی هستش که بخصوص ناحیه سر و گردن اینها بزرگ میشن. کمتر ما اینا رو این حالت رو در بیماری دیگه داریم. و نهایتا با یه سری اقدامات تشخیص هایی که پزشکان میتونن تا حدی تشخیص افتراقی بدن، اما تشخیص قطعی این بیماری طبیعتا با آزمایش. در ایران هم انستیتو پاستور ایران این کار رو به عهده‌دار شده و کیت های تشخیص این بیماری رو تولید کرده، هم در انستیتو پاستور و اخیراً هم که داره توضیح میشه به دانشگاه علوم پزشکی، کیت هایی که میتونن تشخیص اولیه رو در سطح دانشگاه بدن و اگر احیاناً نمونه مشکوک به مثبت بود برای تایید قطعی نمونه ارسال میشه برای انستیتو پاستور ایران برای اینکه بتونن تشخیص قطعی رو بدن. آزمایشش مثل آزمایشی که برای تست کرونا انجام میدادیم، چون گفتیم که انتقال تنفسی داره. یعنی ببینید، بیماری در روزهای اولش قبل از اینکه این زایات پوستی رو ظاهر بکنه میتونه از طریق ترشحات تنفسی منتقل بشه. به همین خاطر بله، نمونه برداری از دهان و حلق میتونه کمک کننده باشه برای تشخیص بیماری. بعد که زایات پوستی ظاهر شد، نمونه برداری از این زایات پوستی هستش که خیلی میتونه در تشخیص بیماری کمک کننده باشه. این کیت‌های تشخیصی رو ما تو کشور خودمون میسازیم یا نه وارداتی هستش؟ توسط انستیتو پاستور تولید شده. بسیار. آقای دکتر، آیا وزارت بهداشت برنامه‌ای در این زمینه داره که توی مبادی مرزی پایش رو انجام بده، به ویژه سفر حالا از کشورهایی که فرمودین که موارد آبل میمونیش بیشتر هم بوده، ما توی فرودگاه های حالا مبادی مرزی بیاریم کار انجام بدیم؟ بله، این کار هم خوشبختانه در حال انجامه و آموزش های لازم هم داده میشه برای همکاران دانشگاه علوم پزشکی. دستورالعمل های لازم تهیه شده، چگونه بیماری رو شناسایی بکنیم، چگونه باهاش برخورد صحیح داشته باشیم، آموزش بیمار، آموزش اطرافیان، چه مدت بایستی جداسازی انجام بشه، چه اقدامات درمانی احیاناً با کمک درمانی برای بیمار لازمه، برای اطرافیانش اقداماتی بکنیم که بیماری اگر تشخیص داده شد به دیگران هم پخش نشه و انتشار پیدا نکنه. این کار توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در حال انجام. یعنی الان این دستورالعمل وجود داره که اگر حالا رابطین بهداشت که توی مثلا فرودگاه ها مستقر شدن از علائم یک شخص علائم معمولی تشخیص دادن که ممکنه مشکوک باشه، بیان این تست رو بگیرن و بعد به اطلاع میدن به مرکز بهداشت بالاتر سطح خودشون که مورد مشکوک دارن و بعد اقدامات لازم براش انجام میشه. آقای دکتر، با توجه به اینکه بیماری ما شنیدیم که الانم درسته، یعنی شما به ما بگید که درمان اختصاصی نداره، وقتی که یک بیماری شناسایی میشه اقدامات درمانی چجوری براش انجام میشه که حالا کمترین آسیب و عوارض رو این بیماری بهش بزنه؟ ببینید، درمان آبله عموما درمان نگهدارنده بوده، یعنی اینکه
خب فرد علائمش رو کنترل میکردن. فرزن اگر تبش بالا بوده دارایی میدادن که مسکن باشه تب فروکش بکنه، اگر که عفونت رو عرض کردن این زایات میتونستن آلودگی باکتریایی پیدا بکنن، عفونت چرکی ظاهر بشه که اونها بعد عفونت شدید میدادن و فرد در اصل عفونت ها، حالا یا عفونت هایی که جریان خون در واقع سپتیسمی بهش میگن یا که سینه پهلو اصطلاحاً میکرده پنومونی میکرده فرد، خب این اینها رو کنترل میکنن. یعنی اینکه اگر عفونتی از خود درمان آنتی بیوتیک خاصش گذاشته میشه، اگر نه مراقبت از این زخم ها زایات که تمیز بمونه تا زمانی که میخواد خشک بشه و این آلودگی ثانویه به باکتریا پیدا نکنه، درمان های پس علامتی به این شکل داده میشه. اگر لازم باشه که درمان برای عوارض احتمالی داده میشود. البته داروی اختصاصی هم یه داروی تقریبا دو سه سال پیش یه دارویی هم تاییدیه مصرف رو دریافت کرده که خب حالا هنوز در مرحله مطالعات بالینی نهایی خودش هستش که ممکن هستش که بتونه دارو هم برای این بیماری، داروی اختصاصی هم بتونه کمک بکنه، ولی درمان عموما بر مبنای درمان علامتی. بستگی داره، یعنی این زایعات حدوداً ممکن استش 3 هفته طول بکشه. پس با یه بیماری مواجهیم که زود و سریع مثلا در زیر هفته نمیاد و بره و این زایعات تا زمانی که هستند، تاولها تا زمانی که کامل خوب نشدن، این کبره هاشون کامل نرفته، میتونه فرد مصری باشه. پس حداقل زمان 3 هفته رو باید در نظر بگیریم، گاهی ممکنه کم بیشتر، و در طی این مدت فرد باید مراقبت بشه، جدا باشه از تماس با دیگران. اگر هم بستری لازم شد برای موردی انجام بشه، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار به دیگران بر اساس اون روش های انتقالی که عرض کردم انجام میشه. و آقای دکتر، الان موضع سازمان بهداشت جهانی در قبال این بیماری چی هستش؟ آیا ممکنه که حالا یک مقدار پیش بریم، خدای نکرده این موضوع به وجود بیاد که فکر بکنه ممکنه همه‌گیری شکل بگیره و بیاد حالا به کشورها توصیه بکنه که مجدداً واکسیناسیون رو آغاز بکنن؟ ببینید، در حال حاضر هنوز اعلام هشدار جهانی یا اعلام یک پاندمی در واقع توسط ویروس آبل میمونی نشده. مواردی از انتشار بیماری در چند کشور مختلف در مثلا قاره‌های مختلف از قاره آمریکا و اروپا و یا آسیا شده، علاوه بر آفریقا، یعنی جاهایی که به صورت معمول ما انتظار نداشتیم بیماری رو ببینیم داریم میبینیم، ولی هنوز به مرحله‌ای که اعلام پاندمی بشه نرسیدیم. امیدواریم که این اتفاق هم نیفته، ولی به هر حال این بیماری داره به دقت رصد میشه و بستگی داره که بالاخره نتایج تحقیقات محققین در 3 کشور مختلف دنیا به چه مرحله‌ای برسه. و در حال حاضر واقعیتش این هستش که اطلاعات به نحویه که ما نگران هستیم، یعنی اینکه نگرانی وجود داره به دلیل اینکه مواردی از ابتلا به بیماری به صورت غیر معمول داریم میبینیم. یعنی ما سالهای گذشته هم مواردی رخ میداد به صورت پراکنده، تکگیر عرض کردم، در افرادی که بیشتر سابقه مسافرت داشتن به اون ناحیه، اما الان میبینیم موارد که افرادی که سابقه مسافرت به قاره آفریقا رو نداشتن هم داره در این که کشوری که بخصوص اروپایی گزارش میدن ذکر شده. به همین خاطر این نگرانی هست که شاید شروع یک اتفاق سختری در دنیا باشه، ولی به دقت این کار داره توسط هم سازمان جهانی بهداشت هم کشورها و دستگاه بهداشتی بین‌المللی رصد میشه تا ببینیم که به چه شکل شرایط پیش خواهد رفت. و تصور میکنید اگر خدای نکرده شرایط بحرانی تلقی بشه، ممکنه مجددا واکسیناسیونش آغاز بشه؟ بستگی داره. فعلا هیچ چیزی برای اینکه واکسیناسیون عمومی احیانا یکی از پروتکل های باشه نیست. ممکن استش که حالا بعدن حالا اجازه بدین بریم جلو تا ببینیم چه چیزهایی برای این بیماری توصیه خواهد شد. و
اگر حالا 1% ما بخوایم به واکسیناسیون فکر، ما که نه، یعنی منظورم حالا کل جهان است، فکر بکنه، میتونه از تکنولوژی ساختی که از قبل بهش دستیافته استفاده بکنه یا نه متناسب با خود این آبله میمونی باید تغییری در ساختار واکسن هم شکل بگیره؟ خب طبیعتاً واکسن یک فرآورده بیولوژیک، تولیدش کار بسیار دقیقیه. در مورد آبله خب شاید بشه گفت تجربه بهتری وجود داره نسبت به کووید، به دلیل اینکه برای کووید خب ویروسی نبود که واکسنی روش کار شده باشه، اما آبله کشور متعدد دنیا روش کار کرده بودن قبلا، و به طوری که مثلا قبل از ریشه‌کنی نزدیک به 80% واکسنی که استفاده میشد توسط کشورهای در حال توسعه حتی تولید میشد، و خب این نشونه اینه که این ظرفیت در خیلی از کشورها وجود داره که بتونن این کار رو انجام بدن. سویه های از زمانی که ریشه کنی تمام انجام شد و دیگه واکسن استفاده نشد، بعضی از کشورهایی که رو این کار میکردن تونستن واکسن های نسل دوم و نسل سومی رو تولید بکنن برای آبله که مؤثرتر و سیفتر، اصطلاحاً ایمنتر باشن نسبت واکسنی که 50 سال پیش فرضاً استفاده می شد. ولی خب اینها همه بستگی داره که شرایط چگونه پیش بره. درست. و اینکه تا الان ما مورد مشکوکی، چند مورد مشکوک به کشور داشتیم که حالا مورد بررسی قرار گرفتن و حالا منفی شده تستشون؟ عدد اینا ما مستقیم چون که برنامه من نیست اطلاع ندارم، ولی تا اونقدری که رسانه ها متوجه شدم این هستش که 6 تا بیمار مشکوک ظاهراً گزارش شده که یکیشون که اصلاً دلیل نداشته، ولی از اون 5 مورد دیگه هم که بررسی کردن بعد همشون ظاهراً منفی بوده. تا حالا مورد مثبتی تا امروز که الان داریم ما هم صحبت میکنیم خوشبختانه نداشتیم، ولی این به معنای این نیستش قطعاً که ما هیچ موقع نداشته باشیم این بیماری رو، که خب بالاخره ممکن استش با مسافرت ها افراد مبتلا بشن. دوره نهفتگی بیماری گفتم 1 تا 2 هفته است، ممکنه فرد مبتلا بشه و بعد از 1-10 روز که وارد کشور شده کم کم علائمش ظاهر بشه. به هر حال بایستی مراقبت بکنیم تا اینکه ببینیم اگر بیماری هم وجود داشته باشه سریع شناساییش بکنیم، اقدامات حفاظتی برای افرادی که معرض تماسش بودن انجام بشه که از انتشار احتمالی بیماری جلوگیری بشه. و آقایی که با توجه به اینکه الان به خاطر کرونا هنوز به این ماسک استفاده میکنن، ممکنه که این ماسک کمک بکنه، حالا متوجه به اینکه اشاره کردین که از راه انتقال بدتراز تنفسی هستش، ما کاهش موارد حالا چه در ایران چه در کل جهان داشته باشیم، یعنی خیلی نگران کننده نباشه برامون مثل کرونا؟ به هر حال ببینید بیماری آبله میمونی در حال حاضر هنوز، عرض کردم، به اون مرحله از وسعت انتشار و اینها نرسیده که بخواد این نگرانی رو به این شکل ایجاد بکنه. در حال حاضر شما مرگ و میر کووید رو مقایسه بکنید، همین الان میبینیم خیلی کشور روزانه فرضاً بالای 100 مورد مرگ رو دارن. خوشبختانه ما الان مدت خوبی هستش که مرگ و میر کوویدمون به حداقل رسیده، امیدواریم به صفر برسه. ولی این میخوام اینو فقط از این جهت عرض کردم که بیماری آبله میمونی هنوز به اون مرحله نرسیده که ما اینقدر بخوایم نگرانی ایجاد بکنیم برای خودمون که بگیم حالا ماسک بزنیم، نه به خاطر کووید، به خاطر اینکه یه موقعی از یه جایی بخوایم آبله میمونی مثلا نگیریم. ولی به هر حال یکی از اقداماتی که ممکن است، بله قطعا در مواجهه با بیماری که آبله میمونی داشته باشه، اقداماتی که باید انجام بشه ماسک هستش، دستکش هست، گان هست که کادر پزشکی یا بهداشتی که در تماس با بیمار، عینکایی که زده میشه چون که ممکنه با قطرات، عرض کردم، به صورت و به تنفس و اینها و یا با البسه بیمار اینها میتونه آلوده کننده باشه. اینها برای افرادی که در مرز تماس با بیمار باشن توصیه خواهد شد. این کلبه در واقع کلبه واکسیناسیون بوده که جنر توی اینجا میشسته و روستایی ها میامدن، این مثلا در اونجا صدها نفر رو واکسینه کرده برای همین آبله. حالا یه بحث دیگه هستش که این تو این کتاب آورده، ولی خب حالا دیگه به هر حال هست، و اون که دکتری بوده به نام دکتر جستی تامستون، بنجامین جستی تامستون،
بنجامین جستی ببخشید، که این سنگ قبرشه، سنگ قبر دکتر به نام بنجامین جستی. این جستی در واقع اومده و به همسرش و دو تا پسرش واکسن آبله رو از همون آبله گاوی تزریق کرده. چه سالی؟ سال 1774، یعنی حدود 22 سال قبل از جنر. و حالا واقعا آیا ایشون رو میشود گفتش، ولی به هر حال چیزی که مشخصه و همه جام برش متفق القول هستن، ادوارد جینر هستش که به عنوان بله اولین فردی که واکسن آبله رو کار کرده. و این هم تأثیری از ادوارد جینر هست که از 1749 تا 1823 زندگی میکرده و به هر حال این کشف رو تونسته انجام بده. تصاویری که از بیماری آبله هست، خب مثلا در بچه های کوچک میبینید که تمام بدن رو درگیر میکرده و خب همین زخم ها میتونسته در مخاط ها و چشم و اینها هم باشه. تصویری از یک کودکی که نوجوانی که بهبود پیدا کرده از آبله رو میتونید ببینید، یعنی اون صورت آبله رو که عرض کردم خدمتون اصلا کاملا پوست رو تخریب میکرد و صورت نازیبایی رو به جا میذاشت در تمام عمر اون فرد، عملا اینجا دارید ملاحظه میکنین پوست رو. من ببینم اگر که تصاویر، این سوزن دو شاخه ای هستش که عرض کردم خیلی نقشه مهمی داشت این ساخت این و کمک کرد که واکسیناسیون خیلی سریعتر و راحتتر انجام بشه. همون سوزن دو شاخه ای که اصطلاحا بله معروف هستش که این باز تصویرش رو میبینین، این زایاتی که در محل تزریق واکسن وقتی زده میشد یک اصطلاحا گفتم یک تاولی ظاهر برجسته و تاولی میشد که این تاول می آمد کبره می بست و تقریبا 3 هفته بعد این پوسته می ریخت و فردی کم کم به عنوان ایمن می گفتن خب این واکسنش گرفت. اما زخم های خود تا آبله واقعا وسیع و آسیب رسان بود و می تونستش که جاهای مختلف رو بگیره. و علی حال من می نام تاثیر دیگه، آها این هم خیلی مهمه، این نقشه سال 1967-1346 خودمون هستش، کشورهایی که آبله در اون سال درشون بومی بوده یعنی چرخش داشته. ملاحظه میکنید که خوشبختانه کشور ما سال 1346 جزو کشورهایی بوده که پاک هستن. کشورهایی که بومی آبله بودن در اون زمان با رنگ تقریبا قرمز روی نقشه مشخص شدن که خب ما این خوشبختانه در اون سال نشون دهنده اینه که برنامه واکسیناسیونمون تونسته بوده ما رو موفق بکنه. این نمودار تعداد کشورهایی رو نشون میده که از سال 1967 که سازمان جهانی بهداشت ایده ریشه‌کنی آبله رو مطرح کرد، این کشورها تونستن بیماری رو ریشه کن بکنن. یعنی از حدود 32-33 کشوری که در سال 1967 روی نقشه مشخصه بیماری بومی بود، میبینیم در طی 10 سال عملا به شدت کاهش پیدا کرد و بیماری پاک شد. و خب اینم یک تصویری از اون اطلاعی یا اعلامیه‌ای که مسئولین زیرفت سازمان جهانی بهداشت امضا کردن، دال بر ریشه‌کنی فلج ببخشید ریشه‌کنی آبله، که 9 دسامبر 1979 اعضای که مسئول بودن و تایید کردن که دیگه بیماری آبله ریشه‌کن شد.